سلام، سلام به شما عزیزان. با شما هستیم در برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این برنامه ویژه به مناسبت 18 تیر ماه، سالگرد 18 تیر ماه، با آقای ناصر محمدی گفتگو میکنیم، روزنامه‌نگار در لندن، و آقای حمید زنور، فعال سیاسی، و از همکاران دکتر شاپور بختیار، روانشناس دکتر شاپور بختیار، در نهضت مقاومت ملی ایران. بررسی میکنیم، نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در جریان 18 تیر ماه گذشت، در آنچه که از سوی هواداران و شرکت کنندگان در این حرکت و جنبش قیام 18 تیر ماه یا قیام نقاب خوانده شد، و سوی حکومت تهران، کودتای نوژه چه هدفی داشتند، خواستار چه بودند آنان که بر سر دار رفتند و تیرباران شدند، چنانچه موفق می شدند چه حکومتی رو برای ایران در نظر داشتند. پرسش ها در این زمینه بسیار است. در 18 تیر ماه، سالی دیگر، چندی بعد، چند سالی دیگر، حرکتی در ایران روی داد که جنبش دانشجویی نامیده شد. دانشجویان مورد ضرب و شتم نیروهای حکومت فقیه قرار گرفتند و یک دانشجو نیز کشته شد. دانشجویان بسیاری به زندان رفتند، شکنجه شدند و سالیان سال از جوانی خود رو در پشت میله های زندان های حکومت فقیه گذراندند. با شما عزیزان خواهیم بود در نگاهی به رویدادهای 18 تیر ماه در سالهای متفاوت. با شما عزیزان و همراه با آقای ناصر محمدی و آقای حمید زنور در پاریس تا لحظاتی دیگر. با سلام به شما آقای ناصر محمدی عزیز در لندن. درود بر شما جناب چرنگی و جناب زنور و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران که این برنامه رو تعقیب میکنند. آقای محمدی، ببینم احتمالاً تب فوتبال به شما هم رسیده یا نرسیده؟ شما قبلا واکسینه شده بودید. بله، به هر حال این سن و سالی که ما داریم جناب چرنگی، همه اینها میرسه بهمون، ولی به هر حال با همه واکسینه کردن و اینا بله رسیده است. خب حالا تماشاچی هم قریب نیستن، کدوم تیمو الان تشویق میکنن از راه دور؟ والا ببینین، حالا امروز که مسابقه برزیل است و آلمان، البته ما اون تیمی که تشویق میکردیم و میکنیم و هنوز هم خب ایران است و در مرحله دوم انگلیس که هر دو خارج شدن، ولی واقعیت این استش که به طور کلی بازی های خوبی بود جناب شلنگی، من اینجوری که میفهمم از این دوره بازی ها. ولی اینکه حالا آلمان ببره یا برزیل، حالا منتظر خواهیم شد. زیاد هم البته من فکر میکنم برزیل ببره بهتر. جواب بسیار دیپلماتیک خوبی بود، برخلاف تینای عزیز ما که خیلی روشن هوادار تیم آلمان هست در بازی امروز. بله. به کجا برسیم؟ بله. و اما به اتفاق شما میریم به پاریس. آقای مهندس حمید زنور با ما هستند که از زمان دانشجویی فعالیت‌های سیاسی پیگیری داشتند در جبهه ملی و از همان زمان
آغاز آشنایی ایشون بوده با دکتر شاپور بختیار که این آشنایی و دوستی ادامه پیدا میکنه در زمان نخست وزیری و سپس در پاریس. از یاران دکتر شاپور بختیار در نهضت مقاومت ملی ایران. آقای حمید زنور عزیز سلام به شما. سلام به شما جناب چالنگی و همچنین آقای محمدی، خیلی خوشحال هستم که میتونم با شما صحبت کنم. راجع به معرفی که فرموده بودید یه نکته اشاره بکنم. من از زمان دانش آموزی عضو حزب ایران بودم و آشنای من با دکتر بختیار از خیلی قبل از حتی فعالیت سیاسی دانشگاه هم بود، یعنی از اون موقع دیده بودم ایشون، ولی باشون آشنایی ندارم. و همجوری که فرمودید آشنایی که پیگیری که مرتب داشتم موقعی بود که وارد دانشگاه شده بودم و عضو کمیته دانشگاه تهران و که وابسته به جبهه ملی بود و آقای دکتر بختیار هم مسئول این کمیته و مسئول این کمیته و رابطه بین دانشگاه و کمیته هیئت اجرایی جبهه ملی بودند. از اون موقع این کمیته دانشجویی فعالیت می‌کردم و از این کمیته دانشجویی هم یک کمیته بود که از گرایش‌های مختلف دانشجویی تشکیل شده بود و اون دوره تونست بزرگترین جنبش دانشجویی رو در ایران سامان بده در شهرهای مختلف ایران. آیا در اون زمان مزاحم شما هم شدن؟ آیا به زندان رفتین در زمان؟ در اون سال بعد اتفاقا در اون سال در 1339 من حدود دو بار زندان رفتم در زمان گذشته، در زمان رژیم پیشین. آره دو بار زندان بودم به همراهی عده دیگری از فعالین دانشگاه. ولی بعد از آزادی دوباره باز به دانشگاه برگشتید؟ بله بله، بعد از آزادی به دانشگاه برگشتم مسلمه. بعد اون دوره‌ای که زندان بودم دیگه دانشگاه نمی‌تونستم برم. ولی چقدر طول کشید؟ دو بار بود. یک بار دو ماه طول کشید، یک بار یک ماه و نیم، زیاد نه. و بازم که برگشتید همون فعالیت‌های دانشجوییتون رو به همون شکل؟ بله مسلمه، بازم برگشتم. عضو حزب ایران بودم و من تا آخر عضو حزب ایران موندم، یعنی دیگه تا روزی که ایران رو ترک کردم و اینجا هنوز خودم رو به آرمان‌های حزب ایران واقعا وفادار میدونم، هنوز که هنوز وفادار میدونم. و آشنایی عمده من با آقای دکتر بختیار از اینجا شروع شد. دانشجوی دانشکده فنی. خب آقای محمدی عزیز، آقای زنود در همین سرآغاز برنامه نکاتی رو گفتن قابل توجه. فعالیت میگردن دانشکده فنی در دانشگاه تهران، میدونیم مرکز فعالیت های سیاسی بود در دانشگاه تهران یا فعالیت های دانشجویی، در واقع رهبری اعتصاب های دانشجویی رو به عهده داشت، رهبری عرض کنم خدمتون. اینو من برای بینندگان میگم، نه آقای محمدی، برخی از بینندگان که احتمالاً در جریان هست، رهبری حرکت ها یا تجمع های اعتراضی رو داشت دانشجویان دانشکده فنی. و البته نه همه اونها، اما در 18 تیر ماه ما میدونیم که سالگرد جنبش دانشجویی هم هست. چون این نبود، یعنی حکومت پس از انقلاب بدون رو درواسی اعلام کرد که ما هیچ نوع به اصطلاح حرکت های اعتراضی دانشگاه رو نمیپذیریم. مطمئن چند روز پیش آقای خامنه ای گفتش که دانشگاه باید از سیاست دوری کنم، به این شکل مضمون حرفش بود، و دانشجو نباید سیاسی باشه و در سیاست دخالت کنه، سخنانی به این شکل. شما آقای محمدی در این زمینه بخواید قیاسی بکنید با ما چه خواهید بود؟ والا اگر بخواهیم جناب چالنگی یه قیاس بکنیم، یه قیاس به اعتقاد من محل فارغ، همون جوری که شما هم توضیح دادید، جناب زنور هم توضیح دادن، به هر حال اون موقع هم دانشجویان فعالیت میکردن و اساساً دانشگاه همباره محل فعالیت بوده، به ویژه دانشکده فنی که خب
میدونیم در رأس حرکات بود همیشه، و اون ماجرایی که در سال 32 اتفاق افتاد که هنوز 16 آذر به عنوان روز دانشجو معروف است. ولی اساسا قابل قیاس نیست، به دلیل اون که هم یه نکته رو شما الان اشاره فرمودید و دیگر این که اگر خاطرتون باشه که در اوائل انقلاب اصلا میگفتن که ما دانشجویانمون رو باید سیاسی پرورش بدهیم و اصلا دانشگاه ها باید سیاسی بشود، چنان که رژیم شاه نمیگذاشت سیاسی بشود. ولی میبینیم که به تدریج تمام منافذ بسته شده و همین هفته پیش هم اونجوری که اشاره فرمودید آقای خامنه‌ای گفتن اساسا این طرح دشمن است که بخواهند در دانشگاه ها مسائل سیاسی رو عنوان کنند. بعد از ایشون هم من میدیدم در خبرها در همین یک هفته گذشته که بسیاری از مقامات نظام دارن هشدار میدن که در دانشگاه نباید مسائل سیاسی مطرح بشه، مسائل عمومی اساسا مباد، تجمعات. البته تمام اینها هم مربوط میشود به دانشجویی که منتقد است، به دانشجویی که معترض است، و الا دانشجوی بسیجی که نه احتیاج به کسب اجازه برای تجمع داره، نه احتیاج به این داره که اصلا بترسد، اونجا فعالیت سیاسی رو انجام میده. اما اگر بخوایم مقایسه کلی بکنیم، باز برمیگردد به این که ساختار اون نظام با ساختار این نظام به هر حال بسیار بسیار تفاوت داشته است. و الان که نگاه میکنیم همونجوری که ایشون توضیح دادن، حالا دانشجوی رو به علتی دو ماه یک ماه میگیرن زندانش میکنن و بعد حالا معروف هست که چه با دانشجویان میکردن، ولی بعد دیدیم که بسیاریش شعار بود. اما اشاره فرمودید اگر اجازه داشته باشم این نکته رو بگم که امروز به خصوص 18 تیر ماه یادآور دو خاطر است، دو واقعه مهم در کشور ماست در تاریخ بعد از انقلاب. یکی 18 تیر 78 است و یکی هم تقریبا 10 سال قبل از اون 18 تیر ماه 1359 که نخستینش قیام دانشجویی است، جنبش دانشجویی است که خوشبختانه در این زمینه بسیار مطالعه شده، بسیار تحقیق شده، اطلاعات بسیار زیادی در دست است. برعکس در مورد 1359 که خب به عنوان کودتای نوژه در نظام مطرح شد، ولی خودشون میگوین قیام نقاب، تحقیقات زیادی صورت نگرفته. حالا اگه لازم باشه بنده توضیح خواهم. اساسا ما در این باره حتما این برنامه من عنوانشو گذاشتم 18 تیر ماه، به خاطر اینکه تب و حرکت رو در بر میگیره و از خدمتتون قطعا درباره آنچه که افسران ارتش ایران به ویژه نیروی هوایی انجام داد دادن در سال 59 سخن خواهیم گفت و این نکته رو از همینجا آغاز میکنیم. آقای زنور عزیز، گفته شد که در قیام نوشه، قیام نقاب، کودتای نوشه، هر عنوانی بهش بدیم در ماهیت عمل تغییری حاصل نمیکنه. اینی که گروهی از افسران نیروی هوایی بران شده بودند با همراهی افسران نیروی زمینی که میدونیم چندین افسر نیروی زمینی نیز اعدام شدند، از جمله براتی ها که بچه های خوزستان بودند، دو پسرمو که در کنار توپخونه کارون اونها رو اعدام کردند. عرض کنم خدمتتون، گفته میشه که مورد حمایت و طراحی دکتر شاپور بختیار نهضت مقاومت ملی ایران بود در پاریس. این حرف تا چند اندازه به واقعیت نزدیکه، تا چند اندازه واقعیت داره و نداره؟ از شما میپرسیم آقای زنور عزیز. من عرض کنم که در این ماجرای قیام نوژه واقعا هیچ اطلاعات دقیق ندارم، چون یه انقلاب به اصطلاح یک جنبش بوده که پنهانی بوده و منم اون موقع ایران بودم و دخالتی و به اصطلاح آشنایی ندارم. ولی اون چیزی که برای من مسلمه، کاملا انگیزه این افسران شرافتمندی که در اینجا شهید شدن آدم میتونه براش روشن باشه، چون اینا با یک رژیمی روبرو بودن و زندگی میکردن که براش اصولا ملت وجود نداره، یا اسلامیه یا غیر خودی.
هیچ کدوم وسطش نداره و این مسلم با یک رویه نظامی که برای ایران تربیت میشد و برای دفاع از ایران متحد مبارزه میکرد و فکر میکرد نمیتونه سازگاری داشته باشه و بنابراین از این نقطه نظر از این زاویه آدم نمیتونه نسبت به تکریم و احترام به اینها و به اصطلاح شجاعت اینها کوچکترین تردیدی داشته باشه و آدم مجبوره که یه ایرانی به آنها درود بفرسته برای که فقط برای ایران کار کردن و مسلم مورد حمایت دکتر بختیار هم حتما بودن. آقای زنور بذارین این پرسشو من مطرح کنم. ببینید الان 30 و چند سال گذشته از انقلاب اسلامی در ایران ده. دکتر چاپور بختیار هم شما از نزدیک با ایشون در تماس بودید پیش از نخست وزیریش، هم بنده به مناسبت های مختلف ده. و عرض کنم از مناسبت های بختیاری گرفته تا غیر بختیاری آشنایی داشت با افکاریش، همباره جدایی دین از حکومت، همباره برای دموکراسی جنگیده، چه اون زمان که در پاریس بود دانشجو در کنار نهضت مقاومت ملی فرانسه و چه اون زمان هم که در اسپانیا تنها ایرانی بود که علیه دیکتاتوری فرانکو به جنبش ضد دیکتاتوری اسپانیا پیوست. اما ما میبینیم الان این حرکت یا جدایی دین از حکومت خیلی مبلغین یا پیروان بسیارم خوبه پیدا کرده، هم از کسانی که حتی دستی در آدم کشی های حکومت پس از انقلاب داشتن تا کسانی که مشاورین حکومت بودن در دستگاه تبلیغاتی، من به طور سربسته میگم مشاورین دستگاه تبلیغاتی سازمان رادیو تلویزیون اشغال شده ایران در کنار رهبران حکومت بودند، در کنار رهبران فدایان اسلام هم بودن، متاسفانه از فیلمساز گرفته تا شاعر، شاعران صاحب نام، صفحه بندی نشریات فدایان اسلام رو سازماندهی کرده بودن. به هر حال الان صحبت سکولاریسم، صحبت جدایی دین از حکومت میکنن، اما تمام تلاش اینه که خود رو اولین معرفی کنن. تو گویی در تاریخ معاصر ایران شخصی به اسم شاپور بختیار نبود، چرا؟ این تلاش برای چی هست؟ خب این یه مقداری بعضی خصوصیت به اصطلاح ناپسند دهی میتونه باشه که همیشه سعی میکنن با جریانی که داره به وجود میاد یا به وجود اومده همراه باشن و خودشونو در رأس قرار بدن. خیلی ها هستن اینجوری و یک به اصطلاح نشانی از خودستایی داره که در کار سیاسی بسیار مذموم هست، ولی خب چاره هم نیست، میبینیم آدم. ولی خود مردم همیشه میتونن تشخیص بدن که این در فلان تاریخ در اون روز چه میکرد. خود دکتر بختیار هم همیشه به این مسئله اشاره میکرد که وقتی یک نفر روبرو میشه برای ادعایی داره باید ازش شناسنامه سیاسیشو پرسید که قبلا چه کار میکردی، در قبلا چه نظری داشتی. ولی خب این هست در تمام دوران فعالیت‌های سیاسی هم این وجود داره و بسیار مذموم، ولی هست و اون هوشیاری خود مردم هست که باید به این مسائل توجه کنن و هر کسی هر چیزی آورد قبول نکنن. سعدی هم میگه که غریبی گرد ماست پیش آورد به پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. آقای محمدی عزیز، چه میخواستند افسران ارتش ایران، افسران نیروی هوایی ایران، خلبانان ایرانی، خلبان رکنی، خلبان محققی و بقیه چه میخواست؟ در بین چه بودن؟ بله، حضورتون عرض کنم جناب شلنگی، اگه اجازه بدید من به یه نکته اشاره بکنم و اون این استش که در مورد قیام نوژه یا کودتای نوژه همونجوری که عرض کردم در واقع یک گزارش تحقیقی، یک کتاب تحقیقی نوشته نشده. من اجازه میخوام به این نکته بپردازم که بنده با فرمانده عملیات نظامی که در لندن هستن ساعتها گفتگو کردم، مصاحبه کردم، امیدوارم بتوانم
قبل از این که دنیا رو ترک بکنم این کتاب رو به اتمام برسونم. به خاطر همین هم در جریان بسیاری از مسائلی که اتفاق افتاد هستم. در کتابایی که نوشتن، یکی کتاب کودتای نوژه هست که توسط مؤسسه کیهان نوشته شده و بعد کتابی است که خاطره های آقای محمد محمدی ری شهری هست که اون موقع در دادستانی در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش کار میکرد و البته اطلاعات بسیار متناقض و ناقصی در این کتاب آورده شده و خود ایشون میگوید که کتاب کودتای نوژرم از روی اطلاعاتی که من در اختیارشون گذاشتم نوشتن. اما وقتی میخوانیم این دوتا کتاب رو میبینیم که بسیاری از نکات اساسا فراموش شده و متناقضه و به هر حال رتب و یابس رو به هم بافتن. اونجا آقای ریشهری میگوید این هم یکی از توطئه های استکبار جهانی بود که از زمان انقلاب علیه انقلاب اسلامی داشت اتفاق میافتاد و میخواستند در واقع ملت مسلمان رو بکشند و بزنند و از این حرفا، در حالی که هدفی که داشتن، یعنی انگیزه‌ای که افسران ارتش اون دوران داشتن و فقط هم نیروی هوایی نبود، نیرو زمینی همراهشون بود، بعد بسیاری از افراد شخصی همراهشون بودن، حالا قصهش بسیار طولانی است، هدفشون این بود که آرامش رو به کشور برگردونن، چون میدیدند که در مقابلشون حکومتی آمده است که نه تنها هیچ آزادی هایی که قول داده بود نیاورده، بر سر در جامعه نیاورده، حتی آنچه را هم که بود از آزادی و غیره و حتی آرامش و امنیت از بین برده. بنابراین میخواستن یک امنیت ایجاد بکنن و در واقع میخواستن سیستم رو برگردونن به همون سیستم سابق، منتهای مراتب بسیاریشون همچنان که خود آقای دکتر شاپور بختیار هم، البته من بگویم که در جریان بودن، دفتر ایشون در جریان بود که ماجراهاش طولانی است و بحث ایشون هم بود، همون که شما اشاره فرمودید، یک حکومت جدا از دین، یک حکومت مستقل از دین در واقع برپا بکنند. افسران هم که متاسفانه 283 نفرشون به جوخه های اعدام سپرده شدند، از افسر و همافر و درجه دار و غیره تا تیمسار محققی و تیمسار مهدیون و اینها و بعضی توانستن جان به در ببرند، در همین راه جان باختن. و من فکر میکنم اون حرکتی که اون دو سال بعد از انقلاب، در واقع یک سال و خورده بعد از انقلاب کردن، بسیارشون میدیدن که در آینده چه اتفاقی داره میفته و مشاورینی که داشتن، اجازه بدید این رو هم اضافه بکنم که سه شاخه داشت، یک شاخه نظامی که شاخه اصلی بود، شاخه مالی و تدارکاتی که در تهران و پاریس بود و شاخه سیاسی که باز هم در تهران و پاریس بود، ولی شاخه نظامی اساساً در ایران بود و تنها منحصر به تهران هم نمی‌شد. حالا اگر فرصت باشه در مورد اون هم توضیح خواهم داد. بله، در کودتای نوژه اونطور که حکومت میگه کودتا، در قیام نقاب شرکت کنندگان و هواداران در این حرکت گفتن، هر اسمی بر اون بگذارید، انسان‌هایی بودند که آقای محمدی اشاره کردند در مسیر برقراری حکومتی جدا از دین حرکت کردند، جان دادند و بسیاری از اونها آگاه بودند که روند این اوضاع به کجا خواهد انجامید. از جمله کسانی که در این کودتا، این قیام، این حرکت اعدام شدند، خلبان علی محمد بویری بود که اعدام شد، خلبانی که بسیار در کار خودش ورزیده بود، تحصیل کرده بود. من این رو هم بگم که از همکلاسان ما بود در دوران دبستان و دبیرستان و کسان دیگه. خلبان رکنی و مادر خلبان رکنی باز از کسانی بودند که حتی در دادگاه گفتن، صراحتن گفتن در برابر همین آقای ریش شهری و بقیه کسانی که تیر بر کف داشتن، صراحتن خواستای خودشون رو اعلام کردن که چرا چنین حرکتی رو دنبال کردیم. هیچ نوع عقب نشینی از آنچه که داشتن نکردن. نگاه میکنیم کیفیت چندان خوبی نداره، مرور زمان
کیفیتشو خدش دار کرده، اما مرور زمان هرگز فراموش باعث فراموشی این کسان نخواهد شد. میبینیم تیمسار آیت محققی رو که در دادگاه ولایت فقیه در برابر حاکمان که میگوید. قرار بود که پایگاه شاروخی گرفته بشه، من مثل روزهای عادی که میرفتم سر کارم بیام برم در پست فرماندهی اونجا و دو سه تا هدف از قبل داشتیم، ماموریت های کوچیکی داشتیم از قبل اونا رو انجام بدیم و بعد از طریق پست فرماندهی اون ماموریت های دیگری که برخلاف یک نیت انسان و ایرانی نباشه به ما داده بشه ما انجام بدیم. نه بمباران تهران، همچین چیزی رو هیچ کدوم اینا نخواهند کرد. من نمی کنم، غیر ممکنه بکنم. بارها گفتم ملت ایران بستگی داره که شما بخواید چطوری تو ترسیم بکنید، تجسم بکنید. ملت ایران برای من مادرمه، خواهرمه، رفیقمه، اقوامه، فرق نمی کنه. ولی اگر قرار بشه که یک دونه هواپیمای F-14 با موشک فنیکسش بیاد بخواد منو بزنه، منم سعی می کنم اونو بزنم. آقای زنور عزیز، دیدیم بخشی از سخنان آیت محققی رو، تیمسار آیت محققی، روانش شاد در دادگاهی که یک ملای شیعه بر مسند قضاوت اون نشسته. پرسش ساده من این هست، بسیاری از افراد جوان، نسل جوان، شاید کنجکاو که نه قطعا هستن، که بدونن دکتر شاپور بختیار اساسا در خارج از ایران چرا فعالیت خودش رو ادامه داد و چه میخواست. دکتر بختیار بارها خودش به این مسئله اشاره کرده که وقتی اومد خودش رو موظف میدونست. بختیار یک آدم مسئولی بود، در مقابل خودش، در مقابل ملت یک مسئولیتی رو پذیرفته بود و این رو میخواست ادامه بده. در بسیاری از جهام چنین اتفاقی افتاده. گاهی مسئله دوگل رو طرح میکرد دکتر بختیار. دکتر بختیار همینجوری که از در فرانسه اقدام سیاسی برش میسر نبود به انگلستان رفت و اونجا جنگ رو به کمک بسیاری از فرانسویایی که بهش پیوسته بودن ادامه داد و در واقع سمبل ملت فرانسه شده بود در اونجا. و دکتر بختیار هم به نوعی چنین حالتی رو آدم میتونست بگی داشت. یعنی بختیار یه سمبل استرا وارث دولتی بود، دو خودش وارث دکتر مصدق میدونست که جنبش آزادی بخش بود، یه جنبش در به دنبال استقرار دموکراسی در ایران بود. در حکومت دکتر مصدق فعالیت داشت، قبل از اونم فعالیت داشت به عنوان یک ایرانی مسئول و یک نخست وزیری که به عنوان نخست وزیر مسئولی بوده و فعالیت رو کرده. خودش رو موظف میدونست که فعالیت رو ادامه بده تا برقراری استقرار و دموکراسی در ایران. و بنابراین خیلی هم بودن در اون موقع در دکتر بختیار این شخصیت رو میدیدن که قابل اعتماده و میتونن به عنوان یه رهبر سیاسی بهش اطمینان کنن. بعد اینجا رهبر سیاسی در یک سازمان، در یک مملکت خیلی مهمه که بتونه یک رهبر سیاسی وجود داشته باشه و دکتر بختیار این مسئولیت، این چهره رو به تمام معنا داشت. آقای زنور، صحبت جبهه ملی شد و صحبت دکتر محمد مصدق شد، اما نکته اینه که در بهبویی انقلاب بسیاری از همراهان دکتر شاپور بختیار و پیروان دکتر مصدق، تاریخ هست و تاریخ هم رو درواسی بردار نیست و تارو، امثال آقای سنجابی، روانش شاد، بسیار کار نادرستی بود قتل فروهر و آقای فروهر و کسان دیگه، اولا بختیار رو تنها گذاشتن. محمد مصدق به هر حال از یک جایی از کاشانی جدا شد، اما رهبری جبهه ملی بدون ایشو درواسی در جریان انقلاب برخلاف حرکت بختیار که در جهت مردم و ملت و مصالح کشور بود، مشتاقانه و داوطلبانه به زیر هوای روحانیت شیعه رفت که از راه میرسید، شاگردان کاشانی و بقیه.
من عرض کنم خدمتتون راجع اصولا مسئله جبهه ملی رو باید اگر آدم به یه مقداری از نزدیکتر به این مسئله نگاه کنه، جبهه ملی در سال 1343 عملا منحل شد و عملا که نه، یعنی تمام اعضای جبهه ملی استعفا دادند و بنابراین جبهه ملی عملا منحل شد، حالا بدونی که وارد عللش بشیم. بنابراین جبهه ملی که مجددا تشکیل شد بعد از، یعنی قبل از انقلابی به وجود اومد، این سه نفر بودن که آقای فروهر بود و آقای دکتر بختیار بود و آقای سنجابی بودن و این سه تا به نامه ای نوشتن و این شروع تشکیل جبهه ملی اینجوری شد که بنابراین تشکیل جبهه ملی به اون معنای واقعیش یک منفصل شده بود از اون ریشه اصلیش. و اینا هم که خب همینجوری که خودتون فرمودید کاملا با هم اینجا هماهنگی نداشتند و در هر حال جدا شدن اصلا و اینجا ما دیدیم که راهب دکتر بختیار درست بود و اونا اشتباه کردن، خودشون هم بهای این اشتباهشون رو پرداختند. ولی یه واقعیتی بود که بله جبهه ملی در حدود که دو مرتبه که تشکیل شد حدود دو سه ماه قبل از انقلاب تقریبا بود و هنوزم تا زمان انقلاب اعضاش کاملا تعیین نشده بودن که کیا هستن کیا نیستن و این متاسفانه نبود یه سازمان سیاسی یه درست و که بتونه خودشو سمبل آزادی خواهی و ادامه جنبش مشروطیت بدونه وجود نداشت. فقط این شخصیت ها بودن که دکتر بختیار یکیشون بود که با تمام و خود دکتر مصدق هم و بارها گفته بود که برای اینکه آدم بتونه یک سیاستمدار خوب باشه باید سه تا یا نمیدونم چهار تا خصلت داشته باشه، یکیش اینه که بیش از هر چیز باید جرأت داشته باشه. دکتر مصدق بارها و بارها گفته بود اینم نمیشه و از خود گذشتگی باید داشته باشه و تصمیم درست بگیره. فقط از این سه نفر فقط دکتر بختیار داره این خصوصیات بود. یعنی این مسئله بین این سه نفری که سمبل جبهه ملی بودند این مسئله وجود داشت و دو نفر دیگه کدام به دلایلی که حالا من اینجا نمیدونم که چه دلایلشون چی بوده، ولی خب خیال میکردن که دارن راه درستی میرن اشتباه کردن، بدون شک آدم میتونه بگه. بران امیدواریم روزی در برنامه هایی بپردازیم به این نکات و بیشتر باز کنیم. تاریخ هست و لازم هست برای نسل جوان مسائلی روشن بشه. میشنویم گوشه ای از آن چه که دکتر شاپور بختیار در جریان انقلاب گفت و هشدار داد که چه خواهد شد و برای چه این سمت رو، سمت نخست وزیری رو پذیرفته که هیچ انگیزه جز مصالح وطن و حفظ مصالح کشور و مردم در شرایط خطرناکی که در پیش بود و در جریان بود نداشت. برای دکتر شاپور بختیار: اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه این دموکراسی است، ولی وقتی که هر چه خواست بکنه این دیگه آنارشیسم هم نیست، هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. بله اینها مأموریت دارن که کشور را به ویرانی ببرن. هشدارهای دکتر شاپور بختیار در بهبوئی انقلاب شنیده نشد و در میون انقلابیون، در میون روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران و فیلمسازان، همه اونهایی که در مجموعه به اصطلاح اثرگذار بودن روی جریان انقلاب، حتی مورد حمله قرار. این موضوع موضوع باز هم وسیع است، باز هم نیازمند وقتی بیشتر. اما برمیگردیم به سالگرد 18 تیر ماه و میدونیم همین چند هفته دیگه سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار هست که خنجر ولایت بر گلوی او نشست در پاریس. همان رفتار و کرداری که امروز روز شاهدش هستیم در عراق و این سو آن سو که داعش انجام. سخن این هست که
داعش آیا زائیده اسلام سیاسی نیست که با انقلاب اسلامی در ایران در منطقه خاورمیانه، چون بمب اتم که امواج پیاپی داره به اصطلاح اثرگذار شد انقلاب اسلامی، میپردازیم به این نکته نیست. اما آقای محمدی عزیز، گفته میشه حزب توده که اولا شاخه‌ای از سازمان اطلاعاتی شوروی سابق کی‌جی‌بی بوده، نقش اساسی در لو دادن کودتا قیام نوژه داشته. این رو آقای کیانوری با کمال افتخار اعلام کرد. یکی از روزنامه‌نگاران هم که در همون پاریس هست، آقای هوشنگ اسدی، در کتاب خودش هم آورده که عضو حزب توده بود و در واقع اطلاعاتی رو که حزب توده داشت ظاهراً به دست ایشون یا میفرستاد برای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی. حضورتون عرض کنم، اجازه بده قبل از اینکه به این مسئله بپردازم فقط یه جمله بگم. شما در مورد جبهه ملی، فعالیت‌هاش، تاریخچه‌اش و همچنین فعالیت‌های جناب دکتر بختیار، مرحوم دکتر بختیار روانش شاد، صحبت کردین. واقعا یک بحث طولانی و مفصلی رو میطلبه، اما واقعیت رو نباید فراموش کنیم که جناب دکتر بختیار تنها آدمی بود که بسیار روشن آینده رو میدید و خطر رو احساس میکرد. دریغا که تنهاش گذاشتن. اما در مورد لو رفتن کودتای نوژه، این حرفی که زدند کاملا درسته. عواملی که نفوذ پیدا کرده بودند در این حرکت و متصل به حزب توده بودند، این حرکت رو فاش کردن. آقای کیانی روی هم بهش افتخار میکرد. اما اجازه بدید بگم که چند نوع در واقع روایت کردند از لو رفتن این ماجرا. آقای ری شهری میگوید 17 هم شب 17 هم، شبی که قرار از فردا صبحش کودتا بشه. سعید حجاریان آمد تو اتاق من و خیلی فوری وقت گرفت و موقع در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش بوده، او به من اطلاع داد. بنابراین من اولین نفری هستم که ازش اطلاع پیدا کردم. بعد خود او باز هم به نقل از دیگری می نویسد که یک خلبان نیروی هوایی، که اون خلبان هم تازه از قول او نمی نویسد، از قول دوستش می نویسه، که تازه متصل شده بود به حرکت، شب میره پیش مادرش و پیش برادر کوچکترش ماجرا رو فاش میکنه. یعنی یک چیز خنده دار. و بعد اینا بلند میشن میرن منزل آقای خامنه ای. حالا خامنه ای رو کجا پیدا کردن، خونش و غیر و زالک، داستان داره. آقای خامنه ای، حالا آقای خامنه ای حکایت میکنه که این خلبان آمد، ساعت نزدیکای صبح بود، نزدیکای اذان صبح، دیدم در میزنند و فلان. بالاخره رفتیم در رو باز کردیم، پاسدارا گفتن یه آقایی آمده پریشان حال افسرده، میخواد شما رو ببینه. گفتم بذارید نماز رو بخونم بعد بیام. نماز رو خواندم آمدم و بعد این آقا به من گفت که داره کودتایی انجام میشه. اتفاقا آقای هاشمی رفسنجانی هم خونه ما بود اون شب، اون رو هم بیدارش کردم. با هم رفتیم دفتر امام و امام رو گفتیم بیدار کنن، کار داریم و فلان. امام گفت شما خیالتون راحت باش. به امام گفتیم آقا میخوان بمباران کنن، جمارا رو بمبار، شما برین یه نقطه ام. گفت نه با من کاری ندارن، فردا صبح با مردم حرف میزنم. خود آقای خمینی باز به روایت ری شهری، که اتفاقا این گفتار ایشون من دقیق یادم هست، گفت بله یه عده ای از پاسدارهای ما رفته بودن در منطقه شمیرانات، شنیده بودن که در یک خانه آلات قمار و آلات مشروب و عیش و نشرت هست، رفته بودن یک سگی همچه هم نکرد. عیش و هست آقا؟ آلات هر آقای محمد عیش و اشرت عیش و چی؟ عیش و اشرت کلمه شنیده شد، گفت میشهد این جدیدن اختراع شد. نه در کنار اشرت و آلات عیش و اشرت و مشروب خوری و آلات قمار هست. پاسدارهای برادران جان بر کف ما به هر حال رفته بودن که اینا رو دستگیر کنن. حالا کودتاچی‌ها شب نشستن عرق بخورن و بعد یک حالا سگ اینا صحت نداره، یعنی میفهمید؟ نه نه اجازه بدید ببین، این روایت هاست که شده اصلا واقعا. بله خب میتونه روایت اجازه بدید. نه حالا بدید این روایت هم تمومش کنم.
این رو آقا اومدن اصلا سخنرانی کردن و گفتن یک سگی همچی حمله کرده بود که این پاسدارا میرن زیر زمین میبینن اونجا آلات حرب و سلاح و اینا هست، بعد کودتا کشف میشود، یعنی سلاح ها اونجا بوده، در حالی که همه اینها یک چیزای دروغه. اصل مطلب همون استش که حزب توده این حرکت رو فاش کرد، متاسفانه هم در دفتر دکتر شاپور بختیار در پاریس نفوذ کرده بودند و هم در ستاد اون عملیاتی که در ایران انجام میشد، نه در ستادش بلکه در درون نیروها به ویژه همافران، و از اون طریق بود که در واقع خود آقای کیانوری لو میدهد و مسئله رو به اطلاع سرار نظام میرسونه، که بعد دیدیم که اون ماجرا از پارک لاله پیش آمد و بسیاری رو گرفتن، البته توانستن بسیاری بگریزن، ولی با همه این احوال متجاوز از 280 نفر از ارتشیان و حتی آدم های شخصی، میدونید که فقط ارتشی نبودن، بسیاری از اقوام ایرانی توش بودن، بسیاری از در شهرستان ها در ایران، در تهران معذرت میخوام، گروه های مختلف مردمی آماده شده بودن که دیوار صوتی شکسته بشه، بمباران بشه چند جا، و یه حرکت سریع میخواستن انجام بدن. آنچه که بررسی میکنن میخواستن تا عصر اون روز کار رو تمام بکنن که متاسفانه ناتمام ماند و شکست خورد. خب آقای زنو، من این صحبتی که ایشون کردن بسیار شنیده بودم و قابلا هم من به نظر من درست میاد، چون که آقای دکتر بختیار هم بارها در راجع به این مسئله صحبت میکردن و خود آقای خمینی، آقای خمینی برای اینکه دست روی همه اون ادعای دیگه به سرپوش بذاره، خودش هم بارها گفت، من خود من ایران بودم شنیدم که گفت یه سگ این کودتا رو لو داده، گفتن این سگ مأمور بوده است، یک روزی بادوشن مأمور بود، حالا هم این سگ مأمور بوده، یه عنکبوت یا از این حرفا. بعد بله میفرمایید آقای چلنگی. بله، یعنی همین نکته رو که الان شما اشاره کردن، چون باز خواهم گشت پرسشی داشتم، اما کسی رو من دیدم به مناسبتی نسبت فامیلیام اتفاقا با آقای سیاوش کسرایی داشت، شاعر که از نظر فکری هیچ ارتباطی نداشت، ایشون تحصیل کرده آمریکا بود، از خانواده کاشانی ها، آقای شخصی به اسم آقای مهرداد کاشانی، اسم میبرم برای اینکه عمومی هست، ایشون تحصیلات سینمایی کرده بود در کالیفرنیا و برگشته بود به ایران، آنچنان شخص مذهبی نبود، اما پریده بود برای یکی از این مستندهای قدرت و شده بود مسئول فیلمسازی جهاد سازندگی. بعد از این ایشون هم به یک مناسبتی یک چیزهایی رو در تلویزیون پیدا کرد و فکر کرد این مربوط به کودتا هست یا قیام یا هرچی، و بعدن با افتخار از کنم در ارتباط با همین موضوع گروهی از بچه های تلویزیون رو که ایشون گفت این فیلم برای بعد از کودتا ساخته شده بازداشت کردن، از جمله کسانی که در میون اون بازداشت شدگان بود روانش شاد که به تازگی از جهان رفته آقای باقر صحرارودی بود، مسئول تهیه کننده اون فیلم کشف شده بود که هیچ ارتباطی هم به کودتا نداشت به نظر این، که به عنوان سخنگوی کودتا ایشون رو مثلا آقای مهرداد کاشانی معرفی کرده بود، و بالاخره عرض کنم خدمت شما بعدها من به این آقای کاشانی به مناسبتی دیدم، ایش گفتم خب این شما باعث شدید که یک عده‌ای به این شکل رو، ایشون با افتخار میگفت من احساس میکردم همون سگ امام هستم در اون زمان، افتخار کامل. من وقتی رفتم و دیدم اون فیلم رو پیدا کردم و مطمئن بودم برای بعد از کودتا هست و هنوزم مطمئن هستم، در اون موقع به من میگفت، من افتخار پیدا کردم و احساس میکردم همون سگ امام هست. شنیدم که ایشون هم در پی همه این خدمات باز هم ناچار به ترک کشور شد.
آقای زنون عزیز، آقای محمدی اشاره کردن به افراد نفوذی در تشکیلات دکتر شاپور بختیار. اگر افرادی بودن که متاسفانه چنین هم بود شد، یعنی بعد جمله این افراد نفوذی در مراحل بعدی آقای در تشکیلات آقای دکتر شاپور بختیار، فریدون بویراحمدی بود که زمینه رو برای تیغ نهادن بر گلوی شاپور بختیار هموار کرد و فراهم کرد، چنین نیست؟ چرا اونم بودش؟ خب اول فریدون بویراحمدی که اومده بود اینجا در تشکیلات نهضت مقاومتی اصلا کاری نبود و کاری نداشت. اون فکر میکنم من خودشم من میشه اون مقام میگفت که ایشون کارمند یه هتلی بوده، در هتلای جهانگردی بوده که ساخته بودن در منطقه بویراحمد، و بیشتر به خاطر پاییدن برادر اموا و فامیلا خودش بود که بعد از اون ماجرای برچیده شدن اردویی که ناصرخان قشقایی گذاشته بود اومده بودن یه سرشون پاریس مونده بودن. این تونسته بود که چون که دکتر بختیار هم نسبت به جوانان یه مقداری حساسیت نشون داد، تونست آشنایی یعنی رابطه نزدیکتری با دکتر بختیار پیدا بکنه و بعد یکی دو نفر هم از ایرای از ایلش آورد در ترکیه که کش محمد حسین خان بویراحمدی بود. یه محمد حسین خان بویراحمدی هم در این سن نبود، در سن این خیلی بالایی بود اومده بود و که به اصطلاح با بختیار تماس میگیره و دکتر بختیار کسی بهش مزنون نبود که این چیز هست و مسئولیتی هم نداشت در چیز در نهضت مقاومت ملی، ولی چون که یک جوانی بود و بختیار هم خودش میگفت که همیشه این صحبت میکرد، میگفت یه جوانی است که به نظر من خیلی انرژی داره و فعاله، ولی اون که صمیمی لااقل اینه میگفت و از این جهت اونو بهش چیز کرد، بهش اعتماد کرد. اونم اعتمادی نبود، دو سه نفر از ایران اومده بودن برده بود خونش و توی خونم قابل تصور نبود که کسی تو خونه دکتر بختیار بختیار رو بتونه بکشه، مثلا غیر قابل تصور بود. وقتی ما هم شنیدیم مثلا برامون باور کردنی نبود که توی پایین توی زیر زمین که هر صدایی بود اون زیر زمین شنیده میشد، یه مقداری یه تعداد زیادی از پلیس فرانسه اونجا زندگی میکرد، هر کسی هم که میخواست بره توی امارت یک پلیس باش میمد تا دم در میرفت و این تمام اینا بود، یعنی هیچ کوچکترین به اصطلاح چیزی نبود که اینجا دو دو اواخر هم که راهی باز کرده بودن از همون زیر زمین، هر ملاقات کننده از همون پایین زیر زمین به بالا میرفت که نمیمد حیات رو، یعنی چیز بود در اینجا در کاغذ ها و سیدای پاسپورت هر چیزی داشت میزش پیش نظامی هایی که اونجا بودن، پلیس که اونجا بودن، و بعد که برمیگشتن این کاغذ ها رو مجبور بودن دو مرتبه برگردن تو همون زیر زمین بگیرن برن بیرون، و بنابراین کاملا یک چیز استثنایی برای خود پلیس فرانسه هم یه چیز غیر قابل تصور بود، و از اون بالاتر پسر خود دکتر بختیار مسئول حفاظت جانش بود که اونم بعد از این حادثه طوری ناراحت شده و مریض شد که 6 ماه طول نکشید یه سرطان کاملا جنرالیزه عمومی گرفت از بین رفت. برحال من صحبت داعش رو کردم و جمهوری اسلامی از اعدام های بر پشت بام مدرسه علوی آغاز شد با تیغ نهادن بر گلوی دکتر شاپور بختیار و پیش از اون در واقع سلاخی کردن دکتر عبدالرحمن برومند در پاریس مشابه عملیات داعش، و 35 سال پس از انقلاب اسلامی رئیس کتابخانه ملی در حکومت جمهوری اسلامی میفرمایند که حکم واجب القتل بودن سلمان رشدی این اعتدال است. داعش غیر از این چه میکنه؟ آقای محمدی عزیز از شما میپرسیم، واقعا اغراق‌آمیز اگر شباهتی بین ختمش عمل شده و عمل کرده جمهوری اسلامی از روز آغاز تا به امروز و داعش دیده بشه، مگر داعش هم غیر از این هست که در پی اجرای احکام شریعت به استنباط خودش هست؟ خب عرض به خدمت شما، حالا اون بحثی که داشتیم رو میذاریم در واقع یه موقعی که فرصت باشد در واقع بهش بپردازیم که بسیار مهمه، اما اشاره میفرمایید به گروه داعش و یا گروه های دیگر. آقای
ابوبکر بغدادی خب خلافتش رو اعلام کرده، حالا میفهمیم که میشود خلافت هم اینجوری اعلام کرد. اما نحوه عملی که دارین میفرمایید، خب با گروه های دیگر تفاوت زیادی بنده احساس نمی کنم، بنده نمی بینم. حالا چون داعش فرض بکنید یک گروه سنی است، ممکن است حساسیت هایی در کشور ما ایجاد بشود در میان مردم، که حتما هم ایجاد شده، زیرا که سعی می کنند این اختلاف مذهبی رو، این تسلب فکری مذهبی رو، این همه ذهنیت مذهبی رو در اذهان مردم تقویت بکنن و خود به خود اصلا این اختلاف ها رو به وجود بیارن. اما اجازه بدید من اشاره بکنم. شما ببینید اینها ریشش در کجاست؟ چرا ما قبل از این 35 سال، یعنی پیش از این که جمهوری اسلامی استقرار پیدا بکند، اساسا اسلام سیاسی بر سر قدرت برسد، ما چنین چیزهایی رو نداشتیم؟ واقعیت آقای محمدی متاسفانه وقتمون به اتمام رسیده، اگر کوتاه بفرمایید. به هر حال اونچه که من میفهمم ریشه همه اینها در اونجایی است که نظام جمهوری اسلامی آمد، گروه تروریستی حزب الله رو درست کرد 1982، بعد میبینیم که گروه های تروریستی دیگر، حالا اون بذری که پاشیده این نهال ها داره سر بلند میکنه، یکیش میشود داعش، یکیش میشود جیش العدل و غیره، که اینها هم خب به تعبیر خودشون اسلام رو اجرا میکنن، همچنان که نظام جمهوری اسلامی و امثال آیت الله مصباح یزدی ها، اونها هم به تعبیر خودشون دارن اسلام رو اجرا میکنن، اونها هم نوعی از اسلامی است که تفسیر داعشی رو داره اجرا میکنه. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز و سپاسگزار هستیم آقای حمید زنور گرام. ضمناً من مطلبی رو منتشر کردم با در همین زمینه هست، اگر تمایل داشته باشن بینندگان ما میتونن ببینن روی صفحه فیسبوک من و رسانه‌های اینترنتی دیگه‌ای که وجود داره با عنوان فقیه تهران خلیفه بغداد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسمان روی الوند کوه و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.